بالا بیاد خداوند بزرگ. سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های نهایت محترم. در 64مین قسمتی از درس های طراحی لوگوی یک قرار داریم. امیدواریم که این درس روی موضوعات مینوی برنامه الستریتور هسته به شما مفید واقع شوند. قسمی که به درس قبلی یادآور شدم که ما هر از گاه یک پروژه، یک طراحی، یک پوستر، بیلبورد، هر آنچه که کار هنری باشه طراحی کنیم، با زیر مشخصات بدیم. کجا میریم؟ در قسمت فایل، مینوی فایل، در اینجا پایین قسمت فایل اینفو یا امو شارتکت چه Alt Shift Control Plus I هستم. این وقتی که کلیک کردیم یک صفحه جداگانه به ما میاد. در این صفحه جداگانه ما اینی چرخه رنگ داریم، میخواییم که در این مشخصات، یک مشخصات اولیه هست داکومنت تحت نام چی هسته؟ پرینت هسته. ما اینی قسمت آثار، اثری که آفریده، مثلا فرض بگیریم که این اثر ما نوشته کردیم، نوشته میکنیم که علی امید. خب آثار تایتل انوانشی چرخه رنگ، دسکریپشن چی، مشخصات چی، یعنی معلومات چی، نوشته میکنیم چرخه رنگ برای آموزش محصلان یا برای شاگردان مکاتب. مثلا دسکریپشن رایتر کسی که ایره نوشته کرده کی هست؟ همه علی امید هست. ممکنه یک کسی اثر طراحی میکنه ولی دسکریپشن رایتر کسی دیگه است. کیورد چیزی که خیلی مهم است. ما کیورد مواردی داریم که هر آن جملات کلیدی باشه. مثلا در این چرخه رنگ سه رنگ اصلی که هستن، مثلا چی هست؟ زرد، آبی، سرخ. با کامه جدا میکنیم، مثلا یک نمونه را گفتم و دیگر رنگ های دیگه شم میاریم، نوشته میکنیم که خود نام نویسنده علی امید یا نام هنرمند، نوشته میکنیم تعلیمات مسلکی، مات مسلکی و تکنیکی. چرا اینا رو نوشته میکنیم؟ اینا رو دسکریپشن رایتر وقتی که نوشته میکنیم اینا رو بارگذاری کنیم در اینترنت، یعنی پروژه چرخه رنگ خود در گوگل یا بروسرهای مختلفی که در کامپیوتر هست، وقتی سرچ کنید تحت نام رنگ زرد اتومات به چرخه رنگ میره. اگر تعلیمات مسلکی نوشته کنیم اتومات به چرخه رنگ هم میایه. نمونه ما بر شما نشان بتم. فرض برای میگیریم که یک سفر آواز میکنیم، در این قسمت ما نوشته میکنم کابل، شهر زیبای کابل. ما وقتی که این عکس شهر زیبای کابل رو نوشته کردم، در قسمت ایمیج تصویر اینجا وقتی کلیک کردم، هر کسی که این مشخصات دسکریپشن لاله باشه نسبت به عکسی که در وبسایت مانده نوشته است که کابل، این زودتر میبرایم به این قسمت. کاپرایت نوتیس، کسی که استفاده بکنه اینجا اول بگیم کاپرایت باشه نباشه، اثر از کی است بگیم کاپرایت، بعد نوشته بکنیم این حق تعلیف نوشته بکنیم به کجا، از کدام وبسایت گرفته شده. در قسمت بعدیش این مشخصات ها را داره که نفری که ایره طراحی کرده در کدام تاریخ طراحی کرده. به طور مثال امروز تاریخ چند است؟ دوی 1400. مثال سیتی کجا است؟ اینا را انگلی، هر قدر اینا به زبان خارجی باشد بهتر است. کابل مثلا خود پروینس هم کابل، کشورم کجا؟ افغانستان. هدلاین سورسش، هدلاین چی باشد، انستراکشنش، اینا همگیش باید نوشته شود. تمام ازیار که نوشته کردم در اینجا شما عملا میبینید. در یک گزینه دیگه داریم که اون را سیو میکنیم. در این قسمت سیوش کردیم. حالا این در کجا یک سیو جداگانه بگیریم، این چرخه رنگ نوشته بکنیم، چرخه رنگ
کپشن این رو ببینم در روی دسکتاپ میمانم چرخه رنگی با کپشن و امی قسمی را سیفش کردم. فعلا این فایل ما سیف شد. هر از گاهی ما میخواییم که این دوباره باز بکنیم آیا امو مشخصات هست یا نیست؟ قطعا هستن. در اینجا ما نگاه اگر بکنیم نوشته است تحت نام چرخه رنگ اینجا داشتم چرخه رنگ یک صفحه دیگه بگیرم مثلا اگر این رو سیف بگیرم در کجا برک رنگ با کپشن اینجا آمده چرخه رنگ با کپشن به این شکل این دوباره باز میکنیم آدوب الستریتور ای آمد آیا اما کپشن هنوز هست؟ بله بخاطر که کپشن سیف شده در وجود از قطعا هستن بطانا او کپشن هسته که حتی همه معلومات های کشور اینایش هم مشخصا به ای آمده این بود در قسمت فایل اینفو که تمام معلومات ها رو دهی ما در قسمت دیگر داریم اگزیت خروج میشیم همه از اینا را برای ما میگه کلیر کلیپ بورد همه پاک شد از صفحه برنامه منوی فایل خود برآمدیم حالا دوباره به الستریتور میریم گزینه دیگر داریم که او عبارت از یک منوی دیگر به معرفی میگیریم خب ما منوی فایل خواندیم اما رقم که در اول گفتم فایل اولین منوی برنامه الستریتور است اولین برنامه الستریتور است برنامه دیگه از چی هست؟ ایدیت هست ایدیت کارایش چی است؟ شما عملا میفهمین که ایدیت همی که ما هر بخش را بخواییم که تغییرات در او بیاریم او ایدیت است. دومین برنامه الستریتور در ایدیت اگر نگاه بکنید زیر مجموعه خیلی زیاد داره صرف فایل که است پوشه یا ذخیره یا امو مجموعه که در اولین بار جور میشه ایدیت در اینجا ما تغییرات ها رو بیشتر در ایدیت آورده میتونیم این بود دومین درس حالا به دومین درس که او عبارت از ایدیت هسته در سلاید نگاه بکنید عملا درس های خود پیش میبریم خب اگر ما در این گزینه نگاه بکنیم که شما عملا دیدین که ما موارد هایی که مهم بود خواندیم ایدیت چی هسته؟ این دومین بخش هستن در این قسمت دومین منوی از برنامه الستریتور چی هستن؟ برنامه ایدیت هستن شما نگاه بکنید در اینجا ابزارهایی که در بخش ویرایش استفاده میشن میتوان در این منو انجام برگشت انتخاب بعد پاک، کپی، نصب، انتخاب یک کلمه یا جمله و تغییرات حتی تغییرات رنگی داریم اندو، موف، ریدو، کت کردن یا برداشتن از یک جای کامل کپی، پیست این فرانت، پیست این بک، پیست این پلاس یا هر کدامش عملا ما به صفحه میکنیم تا آخر قسمت که پرفورمنس هستن این هم یک بحث بسیار مهم و پیچیده هست که در قسمت یک مقدار ستنگ هست هر از گاهی که شما یک متن فارسی را نوشته کنید از نگاهی که فارسی درست نوشته نشود چپ چین و راست چین باشه در قسمت پرفورمنس اصلاح میکنیم ما این بخش خود پس دوباره میریم به برنامه الستریتور
اولین کاری که بکنیم باید یک صفحه درست بکنیم که بدون صفحه که کار نمیشه. اینجا یک صفحه را میگیریم A4. خب این صفحه را گرفتیم، باید یک صفحه باشه که قبلا کار شده باشه، یعنی یک عملی انجام شده باشه بالایشه. مثلا اینجا اگر به طور مثال چرخه رنگ بگیریم در اینجا به این شکل، خب در اینجا ما میخواییم که یکی از رنگ ها را در اینجا کار میگیریم، کپی میگیریم، میاریم در این قسمت. اینجا آوردیم قسمت ادیت، اندو فعال شد، کنترل زد است. اندو یعنی همون جایی که آورده چه تغییرات های را میری اندو. باز دوباره ریدم فعال شد، اگر بخوای ریدو بکنی همون تغییرات بخوای بیاری یا انجام بده. سکر شما در این قسمت ما این آوردیم و این دوباره در سنترال قرار میتم. ریدو و اندو فعال است که ما چطور یک مورد این هم تغییر کرده، زرد اگه اینجا باشه، سرخ باید اینجا باشه، خب این بود اندو ریدو که اندو ما هر تغییراتی که به این بیاریم به این شکل. باز این پس این پاک میکنیم، دوباره اینا رو بریم. هر عملیه را دو حالت داره، یکی اندو است که اندو شد، باز دوباره میتونه که ریدو شد، اما هر جایی که بود پس بیه. این قسمت فهمیدین که خوبیشی است که ما یک قسمت خراب کردیم، عملا میخواییم که این اصلاح بکنیم. ما مثلا این رنگ زرد اینجا است، طور مثال ما در رنگ زرد یک تغییرات میریم از پیش ما خراب بشه به این شکل. ما میخواییم که پس بیم از شارتکت کنترل زید استفاده کنیم، پس بریم ریدو، یعنی کنترل زید چی میشه؟ اندو میشه و شیفت کنترل زید ریدو میشه. قسمت بعدی ما چی هسته؟ کت هسته، یعنی ما میخواییم که یک موضوع را از اینجا بگیریم، این نویره سلیک کردیم، بعد از سلیک گرفتیم کت مکمل برداشتیم. کت وقتی عملیش انجام بشه که یک جای باید پست شوه. شما نگاه بکنید یک صفحه دیگر ما باز بکنیم در اینجا، اینو گرفتیم پست کردیم، چه شد؟ کت بعد پست شد، یعنی در صفحه‌ای که ما کت گرفتیم که او عبارت از این صفحه است چیزی باقی نمانده. پس دوباره اما رقم که گفتم که یک گزینه داریم به نام اندو، دوباره میاریم کنترل زد، این پس آورده شده، اما اینجا کت گرفتیم. کپی چرا؟ یعنی اینمی شکل خود به جا باقی میمانه. ما این اگه کنترل سی کپی بگیریم یا از این گزینه ادن کپی بگیریم، این کپی کردیم بردیم در یک صفحه دیگه، میتونیم که پیست بکنیم به این شکل. این اصلی به جای خود باقی میمانه و فقط یک کپی از این، یک نقل از این چی میشه؟ یک جای دیگه انتقال پیدا میکنم. این در قسمت کپی بود. پیست وظیفش چی هسته؟ پیست در هر وقتی که شما اما خود کنترل وی شارتکتش هسته پیست، هر جایی که پیست میکنید در موجه جا با جا پست میشه، یعنی مانده میشه. ما به طور مثال اینجا اگر یک عملا نشان بتیم، این ماوس است، اگر ماوس ما بگیریم که کت بکنیم در اینجا پست کنیم، در واقع ماوس از جای خود به جای دیگه انتقال یافت. و اگر ماوس بگیریم که کپی بکنیم، یک واقع یک کپی هم شکل گونه ماوس میگیریم، فقط در اینجا انتقال میتیم. این بود در قسمت کپی و پست. پست این فرانت، ما یک قسمت پست داریم، پست پیشرو. من طور مثال در اینجا عملا یک چیز کار میکنم، شما نگاه بکنید در این تصویر، عملا اگر این در سلاید کار کنم خوب تر است، چه در تخته ببخشیم. ما در اینجا
پست های مختلف داریم. یکی پست داریم که اینم یک صفحه باسته به این شکل ساختار. ما میخواهیم که پست شود در بالای ازی، یعنی اینم دایره در بالای ازی قرار بگیره به این شکل. این پست این فرانت هسته. پست بک چی هسته؟ ما اینم میخواهیم که پست بکنیم در کجا؟ اینم دایره بره پشتر و در واقع اینم به این شکل یک فرضی فکر کنیم این دایره در قسمت پشت سر هسته. و یا این ساختاری است که پست ما میتونیم که در کنار از این حتی پست بکنیم. این نوعیت پست است. در اینجا نگاه کنید شما که ما داریم پست این فرانت پیش رو، پست بک، پست این پلاس. یعنی پست میکنید در جایی، مثلا طور مثال این دایره را آورده در اینجا، خوب نگاه بکنید، میخواییم که یک دایره دیگره جا به جا پست این پلاس بکنیم در بالای از این و می اندازه ای که هسته، یعنی کبی میگیریم پست میکنیم، جا با جا پست میشه. این بود در قسمت انواع پست ها. خوب است این موارد به شما عملا به صفحه الستریتور و معرفه میگیرم. و درس بعدی از حوصله مندی شما در این درس سپاس و تشکر. در 63 قسمت از مضمون طراحی لوگو که ما را همراهی کردین، موفق و معید باشین.